سلام برای یوتیوب آقا یه دونه اپیزود این براتون نیستی از این چیزی که خیلی به نظر من اتفاق میفته توی ایران و اینکه کتک خوردن بچه ها از پدرمادرشونه و خیلی جالب این موضوع داشتیم با امین صحبت میکنیم راجبش بعد امین گفتش بذار من چند تا خاطر رو تعریف کنم گفتم بذار زفت کنیم مثلا من با شما دفعه اول دارم میشتم برو بریم خب امین بگو من تا زیاد چیز نشدم آره ولی خب اصلا چند تا سه چهار تا سه تا کلا سه تا ولی سه تاش بعد خنده داره هیچ گونه هم تفسیر من نبوده او بگو ببینم یه دونه اش مثلا چیز بود میدونی پدر بزرگم کفدر داشت خب با بزرگ منم داشت پاکه مثلا بالای پشت اون بود و کفدرش هم حساس بود بعد پسر خاله ها هم رفته بودن بالای پشت اون تخم کفته رو شیکونده بودن فکر رو تو کردی نه 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 بعد اومده بود جلو بابا همون همه پسر خاله ها بودن همه بودن نگفت کی گفت همهشون خب گفت همهشون رفتن چرت و پرت گفت اینا بعد خب مثلا بابای من دوست نداره که مثلا من مثلا کار اشتباه انجام بدم یا هر چیزی بعد بابای پسر خالام چی بهشون نگفتن بابای من که من که هیچ کاری نکرده بودم یه ساز کتک خوردم <تصفح> کتک بد خوردم مثلا من بود بادای پشت بوم یه چک بد منزد چک خیلی دوزیه من در کونی میزنم من دیروز عصبی شدم یه درکونی زدم یه ترنگارم به پاشا زدم دیروز هم موموکو رو تنبیه کردم هم چیز ولی میگم موموکو رو یه دونه درکونی بشتدم که حتی گریم نکرد حالا نمیدونم چون دورم نمیاد محکم بزنم فقط دوست دارم یه مثلا یه تقی بده یه صدای بده و مثلا به خودش بیاد نمیخوام دردش بیارم بعد من محکم خوردم بعدم خوردم بعد داشت من هیچ کاری نکردم نه این دیروز دیگه من که میگم یعنی سه بار به جایی رسید که گفتم یه درکنین لازم داره بعد دوباره خودمو جمع کردم گفتم نه نکن این کارو در این دفعه سوم بعد حالا چیه داستان مریضه باید استراحت کنه خوب شه هی میره جوره پنجره هی میره بیرون دو روزه دارم ازش خواهش میکنم جون مادرت بشین سر جا رو خدا بشین تو تخت آپشن تو تخت خودت بشی یا بیای تو تخت من یا بیای رو مبل تو اتاق ما من رو درست میکنم پتو متو فلان هر چی هم میخوای برات میارم از کارتون تا آیپد تا بازی تا غذا تا آب هر چی میخوام برات میارم فقط استراحت کن بعد این این جمله نمیگیره هکر hey, میزه هکر hey, میزه هکر hey, میزه بعد صداش دیگه اینجا شده مریض داره بعد ول نمیکنه باز که میگه دیگه رفتم دو تا گفتم این دیگه دفعه آخره بعد اینم دوباره خواهم جمع کردم دفعه دوم دوباره خواهم جمع کردم از دفعه دوم دفعه, دفعه, دفعه هشتم اون روز یا دفعه چند سی و پنجم اون روزه ها ولی دفعه سوم دیگه رفتم گفتم خب نمیشه دیگه آقا گوش نمیده من بعد یه کاری کنم که این بچه به خودش بیاد یه دونه درکونی بهش زدم بعد یهو به خودش اومد بعد کرد و بعد گفتش که امسایی و ناراحت شد و اومد بزن زیر گریه خوش نگرد داشت بعد گفت امسایی گفتم نکنی که دادیم من اخوانم بدم میاد اگه به تو یه کاری کنم که تو رو ناراحت کنم چرا توی من یه کاری میکنی که من تو رو مجبور بشم میخوام ناراحتت کنم من نمیخوام این کارو بکنم بعد دیگه حالا این, این خیلی خوشحالم کرد بعد از یه رب که این اتفاق افتاد رفتم تو اتاق اینجوری شرباش رو کشیدم پایین که ببینم مثلا جای دستم مونده مثلا بمانمش اینا بعد دیدم جای دستم نیست بعد گفتم که مامو کدوم طرفت بود که کنوتو بمالم ولی یه خورجی فکر گفت نمیدونم <تصحیح> بعد دیدم کسی یادش نمیاد کدوم هرچه با فاسده یا دقیقه 10 دقیقه گفتم دیگه اوکی دیگه فقط همون تقیره بشتادم که خبه بش پاشام حواس پرتی بود یه دونه اینجوری زدم به بازوش گفتم پاشا حواستو جمع کن دیگه بابا من این ده بودم مثلا توضیحم چه نمیگیری بعد هم جمع شد بعد رفتم بالا یه دونه هم زدم در کونه النا گفتم امروز دیگه قاطی کردم همه رو زدم من بابام و مامانم هیچ وقت حالا منو نزدن یه بار مثلا دیگه خیلی بزرگ بودم 17 سالم بود بعد مامانم زد تو گوشم بعد خب مامانم یه چیز کیوت مهربون خوشگل عشق من هم یه بچه شاخ گلور کرمستی ها کاراته بسکتبال کسخار مثلا بعد از یکی زد تو گوشم خنده هم گره بعد کردم اینجوری میزه رو سینت, سینت صدا میده و دستت هم یه جوری طرف کنه خورده به مونی. این اینطوری کردم بهش بعد مهمونم اینجوری ترسی رفت اقام بعد اینجوری رفتم یعنی اقلا خنده دار بود که گفتم که آخه کوکولی گو کوکولی گو بابامم هم هیچ وقت بهم دست نزده خدا وکیلی خیلی دوستان میگن که اگر بابات کتک زده بود یه خود آروم تر به دنیا میمدی بعد آقا تر میبودی و من واقعا این رو باور دارم یعنی بابا اگه دو درکونی من زده بود این حرف رو شاید انقدر انقدر دعیست این کسی که میگم و نمیگفتم دیگه فیلم کنم دیگه به من میگن بیعدب آدم ایران ببین عجیب ترین کتکی که خوردم و من خوردم کجا بود تعریف کن یه روز جمعه بود صبح میخواستیم املت بخوریم خب خیلی خوب چید و ریلکس من املت همزده دوست نداشتم خب خواه. بعد مامانم درست کرده بود او سر سفره املت همزده بود تو شاکی شدی نه نه من هیچی نگفتم من فقط یه لغمه خوردم بعد یکم ور رفتم با بعد سر سفره بلند شدم گفتم ممنون من میل ندارم سر صفره همونجا بابام یه دونه چک بعد گذاشت دوباره تو بیچه بعد که این آدم چیزی که جلوش میذاره رو بخوره خب بعد اینو زد بعد فرداش خودش فهمید از مثلا نارد شده اینا فرداش فهمید که از دلم دراره یه اوتگولان خفم برام خریده و یه برده و ولی عجیب ترین بود که سر تو نخوردم کاری نکردم نه من اصلا اصلا نمیدونم اینو میگم هر آدم عاقل و با کلاس و درس خونده ای که تو دنیا وجود داره میگه نباید به بچه دست بزنی خب من شخصی رو قبول ندارم میتونم بگم یک سری آدما نمیدونم هم چه مقداریشون یه درصدی از انسان ها آره دقیقا همین داستانه احتیاج ندارن به اینکه دست بهشون بخوره شاید مثلا منم خودم که از اون آدم ها بدن که کسی کتک هم بزنه میدم کتک زدن و ناحت کردن بقیه کار بدیه نمی کنم. یه سری آدم ها واقعا لازم دارن واقعا لازم دارن یعنی مثلا ما من یادم میسید دوست ها داشتیم که من وقتی میدیدم اشون میگوتم واقعا چرا بابا اینو نمیزنه یعنی مثلا یه آدم که اینقدر تخمیه اینقدر بی تربیت بی کلاس بی سواد بی منطق همه چیو خراب کن این آدم چرا مثلا تنبیه نمیشه یه, یه هفته مثلا باباش ازش وسطش رو بگیره میدونیم حالا یه سی آدم ها کتک میتونه تنبیهشون باشه یعنی یه همه چی امتحان شده یه رو باید ترس کتک آدم باشه اینجا وقتی دو... کل دنیا اگه خیلی جای کار بد بکنی میکشنه دیگه پس اجتماع ها دور هم جمع شدن گفتن که آقا یه آدم دیگه خیلی خیلی تخمیه باید بکشیمش خب اون آدم تخمیه روزی بچه بوده دیگه و فکر یه پدرم مادر باید این بچه بزرگ کنن از صفر تا مثلا 25 تا مثلا به دنبال کار زندگیش بعد تو 25 تا 25 نه بعد مثلا دست بزنن بعد یارو سه سال میره تو سوسایتی میگیرن میکشنش تو سوسایتی میتونه با یارو بکشه ولی من نمیتونم بهش دست بزنم خب چه منطقیه چه خب میفهمم اکثر آدما نبرد ولی یه سری آدما رو واقعا با کتک بخوره بعد مادر پدر بهترین قاضیه چون عاشق طرف میدونه داستان چیه میفهمم آدم تخمی هم وجود داره و دوباره اونم یه درصد کوچیکه همونو میگم دیگه اکثر کتک پدر مادر رو دلسوزیه مثلا بابای تو یه درسی رو به تو یاد داد آه. که شاید مثلا میتوس با دو ماه با زبون خوش با تو ور بره یا حالا من یه کتابی که خوندم میگه که وقتی که بچه یه کار اشتباهی میکنه باید تو همون اشتباهش تنبیهت کنی اگه تو چک میزنی تو گوش بابات باید, 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 باید مثلا به تو بابات تو چک خب ولی چون تو تخمرات نخوردی بابات بعد کاری که میکرد به تو یه روز غذا نمیداد مثلا مثلا میگفت شام که میاد میگفت شام تو نداری چون تو ریسپکت نمیکنی غذای ما رو و به نظر من خود با غذا خودت تو هم بعد تو میگی من که کار ندارم میگی دیگه به تخمم بعد فراس رو که با نشید دیگه گشنته بعد همون تخم مرغ دیروزو که نخوردی داغ و فرش الان سرد و تو یخچال مونده بذاری جلوت بعد مثل حیوان بخوری اون روز یاد میگیری که اوکی زر زیاد نزن اینو خیلی بهتر یاد میگیری از تو چک ولی چک کار یه ثانی از آدم راحت میکنه یه سی آدم هم چک روشون کار میکنه دیگه بابا میدونه یه چک میزنه میگه بچه هم درست از اون دیگه هر روز غذاشو خورد <تصفح> 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 با... فاقی مثلا بابای من وقتی من بچه بودم روم حساس بود یعنی این چی؟ آه خیلی آقا باشی؟ نه نه آفره مثلا هیچی نگیه مثلا امین یه ذره اذیت کرد. این کار رو کرد اون کار رو کرد خب باید بچه آقا چیزی باشه میدونی بعد من اون بودم باز تقصیر من نبود ما خونه مادر بزرگ هم بودیم یه دونه عدس فلو رو روی چیز بود رو بود منو و پسرم هم بودیم تو خونه بعد پسرم من گفتم فاکین بیا بریم اینو بخوریم عدس فلو هم خالی بود گفتش که خب من میرم سس قرمز میارم سس سفید میارم بخوریم خب. بعد گفتم اوکی برو بیار رفت توی اخشال اوهور اشتباهی که کرد ورداشته بود روغن حیوانی اوورده بود او جاسوس آه. مثلا فاک اون زمان روغن <تصفح> حیوانی مثلا نه سال پیش کیلوی تونسد هزار تومن بود خب بعد مثلا اوورد قاشق زد توش گفت این که روغنه بعد همون قاشق روغنیه رو رفت تو ظرف سوسم زد آها یعنی جفتشون رو خراب کرد بعد حالا مادر بزرگی من اومده خونه نمیدونه داستان چیه به امم چیزی نگفته به بابای من گفته امین داره جدیدن اذیت میکنه حدن هم شروع کرده این کارو کردم بعد بابای من اون زمان من حساس بود ناراحت شد و اونا بعد من مثلا بیرون بودم از خونه با ماشین اومد دنبالم اووردم خونه تو خونه یه پس کتکم زد حتی اصلا چی شد نه هیچی نمیدونستم بعدش اصلا نفهمیده بودم خب جالبیش اینه که مثلا جلوی مادر بزرگم مثلا فاکین آره من مثلا با بچه ها رفته بیرون تو پارک بابا خوشحال خنده خندون اومد چطوری همین بیاریم خونه کارت دارم ما ماشین شدیم خوشحال خندون تو ماشین با هم خودی خندیدیم نه بابا بعد تو خونه چی در باز میگه همونو یه زر میزدی یا نه صحبت میکرد میگفت مثلا نه دیگه میزد اصلا نمیفهم یه قصبانی شده بود از اینکه که بادر بزرگ مثلا گفته بود امین جدیدن بچه بری شده مثلا اوه عصبانه شده بود که امین نباید بچه بدی باشه خب میزد یعنی بدن من یک ما کبود بود این بدترین چیزی بود که چند سالت بود؟ من ده سالم بود وای نه من میگم یه اینجوری میزنم به پاشا قلبم میشکنه دو روز ناراحتم سه بار با پاشا بحث می کنم ولی ازش خواهی نمی کنم برعکس با تو که میاد فر سفرش میگم ببخشید ازش مزخرفی نمی کنم میگم تو منو انقدر عصبانی کردی که من مجبورم این کارو بکنم همون قضیه که منم تقصیر دارم تو هم تقصیر داری چون من سعی کردم این اتفاق نیفته من سعی کردم اینو دور بزنم تو منو مجبور کردی سر این من مثلا من حق میدادم اگه مشکل از من بود یه کار اشتباه از من بود فکر می کنم پاشام همینو میفهمه فکر می کنم پاشام اینو میفهمه منم بزرسن 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 من بذار سع بذار بیسم پاشا بیا سلام خب پاشا جون من دیروز دست داشتم و یه اینجوری زدم بهت بله از از اون چی تو فهمیدی چه احساسی داشتی دست به این من احساسی داشتم چون این کنم؟ من احساسی داشتم ستو... ستون... خیلی نفهمیدم چی شده ناراحت شدی خیلی؟ نه. نخ... خیلی نه چه... چه نمیدونستی چیکار کنی بعد از اینکه بابا به ترنگل زد یا نمیدونستی چیکار کنی توی درست توی درسم الان میدونی؟ م... بله پس تو اون ترنگلی که بزنم کمک کرد؟ بله اه. پاشم تکون نمیخواد چون کارتون میده خیلی چیزش خوبه تکون یه یه میری عقب دفاع کنی یا میترسی بیا این وقتا که دور میره حتما بگیرت لگد بزنی پس پس با ما یک خور مهربونتر باشی که من فقط دارم شوخی میکنم من لگد به ما نزن در بدون که من I love دیروز اومدی گفتی که من فکر کردم تو من دیگه دوست نداری من اصلا این آپشن رو ندارم که تو دوست نداشته باشم نه من فکر کردم تو تو دوست نداری خب میگم من اصلا این آپشن رو ندارم که تو دوست نداشته باشم تو میفهمی که وقتی انقدی بود تو دست من بودی نه یاد میاد مامو که انقدی بود تو بغل من بود مامو کاری یاد نمید کچوله بود؟ نه خیلی ای چه باحال حال فکرم یاد باشه خود در صورت تو خود بعدا بابا میشی میفهمی وقتی یه بچه را بچه تو بقید بزرگ میکنی نمیتونی هیچ وقت دوستش نشته باشی کی؟ <تصفح> میتونی رو باید بفهمی خب بچه بگو بچه لطفا لایک و سابسکرایب کنیم به بابای من حال بدین بچه رو لطفا لایک کنین سکر کنیم به بابای من حال بدین مرسی بچه ای حالا برو دست خوب پدر سگ خب اینم از پاشا همون موقع داشتیم روش حرف میذاریم اومد خودش رو بولیم تو دور بین و با 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 خب امین پس تو سه تا داستان قوی داشتی من من یه دونه داستان حتی نمیتونم بگم اونو چون دوستمون بچه معروف الان داستان خیلی شخصیه اونو دیده بودم بابا کتک بزنه خیلی من نیمتا مشکل با کتک ندارم ولی خب در صورتی که خب مثلا مشکل از من باشه دیگه آره من من میگم مثلا من خودم بچه بودم مثلا یه کاری میکردم کارم بد بود بعد بابا منو نمیزد بعد برام خیلی عجیب بود که چرا من نمیزنه چرا من نمیزنی آره میگفتم که الان من کاری کردم خیلی کار احمقانه بوده تو یه دونه درک کنی من بزنی من دفعه دیگه این کار نمیکنم ولی بابای من کاملا مخالف این بود بود دیگه میگو اصلا هیچ وقت نباید دست بزنی به بچه و ما اینو فهمیده بودیم که این قانون اینه دیگه بیناموش کرده بودیم همه چیو من برای همین هیچ کیز من کنترل کردم خب چی میخواد بشه دیگه می تو تاشین داد میزنی یا تو <تصفح> داد دست نمیزد آره دیگه اصلا دنیا تو نبود راه دور بابا جاد با با میزن <applause> بابای من یه وای یعنی که خیلی جالبه یه دونه فکس برام فرستاد دارم میشن تو گاف که آره سوی مثلا این رای که تو داری میری به ترکمنستان هندوستان یعنی همین کدومشه کدومش یکی احتمالا هم کشور رو بعدن به یه دلیل دارن خلاصه این راه که تو داری میری آشغاله و فیلان و بسال و نمیدونم آخه من دادم اینجا بعد من انگلیسیم خوب بود خب مثلا تو ایران مثلا پنج سال داشتم که زبان کیش ز... پنج سال سال داشتم که زبان کیش میخوندم نمیدونم چند سال چهار تا 6 سال یا نمیدونم چند سال ولی انگلیسیم خوب بود تو دو هفته کار گرفته بودم تو کانادا بعد رفت من یک زبان انگلیسی نوشته بود من که بلد نبودم مثلا به خواهرم گفته بود که کلو زبان پیدا کن خواهرم مثلا خوب خواهرش 22 سالش بود لشی چیم بلد نبود اسکول یه رو اینترنت زده بود حالا موقع اینترنت که مثلا قوی نبود خیلی یه جایی که مثلا رفته بود دانشگاه چه بود که کجا یه هم یک زمان گفته بودن بعد هم که زمان نشسته بودم یارو نشسته بود توش میگفتی مش میگفتی هلو بد میخندید یعنی هلو بلد نبود هنوز چی میشه سلامو یاد نگرفته بود هنوز بعد میگفتم خب دور این کلاس من نمیخوره و من, من یه دو هفته رفتم مثلا هفته بود آی ام ا ویندو من واقعا بلد, بلد بگم لازم ندارم بیام این کلاس بعد این دیگه نرفتم بعد دیگه هم یه کاری هم این کردم یه کاری هم توی این توی مایه ها بود بعد بابام این نامه برم نوشش که آره مثلا این کار که تو میکنی خوب نیست و اینا بعد من برداشتم چند سال بعد حساب بانکیمو یه عکسش گرفتم با همین نامه برای بابام فرستادم بعد دیگه خیلی باحال بود بابا مثلا چیزی که شده بودم که مثلا بابام رفته تو مهمونی ها به همه نشون میداده ریدم بهش ده سال دیگه جوان با ریدم بابام دوستش برینه بهت بعد تو برینی بهش <applause> این چیز تربیت بابای من بود من میرینم به تو اگه میتونی یک کاری که تو برینی به من اگه نه که دیگه تو باختی بعد ولی اگه تو میریدی بهش دیگه نه آره بابا... بابا من چیزش این بود مثلا کتکر نمیزد ولی منتالی علاقت میزد دیگه <applause> خب من آره من شخصا کتک نخوردم بچه اگه داستان کتک با من زدادیم بنویسین زیر بالاخره ما هم سه بار خوردیم نوش جورم من یه بار بابام با کمربند زد تو دیوار این خفن ترین کاری که کرد دور تو اتاق بعد میزد به دیوار بعد منم هم جیغداد میکردم دیگه گفتم آی اوی <تصفح> <تصفح> من یه جوری یادم که من کتک میخوردم ولی قشنگ یادم که میزد به دیوار یعنی مثلا گفتم که بعد میگفتم ولی اگه من دادی بیداد نکنم امکان داره یا بر دیوار بکشه رو من بذار من دادی بیداد که اون فکر کنم من دارم میکشم دیگه با دیوار تمامش کنم الان که میگم با تو دست از دارم میگم چرا اون دفعه زدی میگه که من ندارم میگم چه فرقی داره دیگه من شلاق میزنی تو در دیوار فکر میکنم من نمیترسم و من میترسم یه همون قدری که کتک میخوردم میترسیدم ولی خب دروغ میگم کتک خوردن اعتماد اصلا میگم من که نخوردم نمیدونم فرق داره یا نداره حالا تستش نکرد من بیرونم کودک نخوردم بعد وقتی تا شب فکر میکردم من هیچ وقت کودک نخوردم هیچ شده مثلا یه چیز بخور دردم بیاد بعد بیشتر دردم بیاد دمتون گرم که تمام آدم که تو زندگی من بودین همیشه اینقدر نایس بودین و چون من واقعا حقم بود کتک بخورم یه <applause> دفعه داشتم دوستانو اذیت عذیت میکردم بعد دستم به توفنگ ساچمه بود بعد توفنگ رو گوشم رو زمین بعد یکی از دوستان سیاوش توفنگ رو گرفت طرفم بعد گرفت طرفم و فکر که بچه هایش گوش که سیاوش یه تیر بهش زدی دو تا تیر بهش زدی تیر سوم که میگیرته بعد میخواد چیکار کنی پس سیاوش خود فکر کرد توفق و چرخون داد بهم یعنی تو این لول مثلا هیچ وقت کسی کاری به کارم نداشت من این سیاهش انقدر داستان خنددار مهم هم داریم سیاوش یک سال سعی که من کتک بزنه ببین <applause> بس سیاوش یه بار بیارم سیاوش یک سال دو سال هر روز سعی کرد منو کتک بزنه یعنی مثلا خواب بودم در اتاق یواش باز میکرد میومد جو با آرنج بیاد پر تو کمر من بعد حالا همین داستان رو گفتم بگم دیگه اینجور خوابیده بودم پشتم و بود کمرم خوابیده بودم بعد اینجور در باز شد من من سرچشم باز کردم و نه حدی که اون بتونه ببینه زیر چشی دیدم در آروم آروم میاد بعد به من که رسید اینجوری با تمام وجودش پرید رو من بعد قبل از اینکه برسه به من دستم رو آوردم بالا گرفتمش روی همون هوا بعد چرخوندمش از بغل تخت کوبیدمش تو کم... با کمر تو زمین بعد با اینکه کمرش گفته گفت تو واقعا حیوانی تو واقعا حیوان بی شرفی یعنی فوش میداد در اتاق رفت مثلا من سیاش خیلی خاطرات خنده با هم داریم بعد حتما یه سیاش بیارم دوستان بابت نمیشه چه کار که ما ما هم نکردیم یه قدیمی ترین دوستم سیاوش دیگه چهار پنج ماه که کانادا بودم باش دوست شدم و دیگه تا الان هم دوستیم آه. الان ژاپنه هر روز داره عکس میذاره اش میکنم و دمت خوش بگذره ژاپن سوشی بزن چقدر سوشی هاشون زش بود سیاوش ببخشید دادی ما عادت کنیم سوشی چاقالی چاغالی من شخصا شخصا پوست دوست ندارم خیلی احساس کردم توی ژاپن با پوست حال میکنن پوست تو سوشی ها من با پوست خام یا پختش اصلا حال نمیکنم چه روز خامش دیگه ولی واسه همین فکر کنم تخمی ترسو ولی میفهمم که دارم زر مف میزنم بچه ها روز خوب داشته باشین باباتون کتکتون میزن ناراحت نشین همون که شما درد میکشین پنج برابر باباتون درد میکشه باور کن یعنی من اینجوری میزنم در کونه پاشا انگار سی تا چک خوردم سه روزم هم ناراحتم هم. از طی دل اه. واسه همین عدد دل مام ناراحت نشین اگه مام هستین یگاره دو با دو دیگه درمتون گم